بازیکنان وارد زمین شدن. رئال مادرید، بارسلونا، او مای گاد چقدر ایناش جذاب و باله. نام تیم بارسلونا. یو گای چطوری بچه ها؟ من امیرضا هستم و اینجا کانال امید ایکسار. خوش اومدید به این ویدیو. اومدیم رسیدیم، ببین رسیدیم، کم کم اومدیم جلو. FC25 اولین تجربه‌مو گذاشتم، کریر منیجر رو گذاشتم، پلیر کریرم گذاشتم و دیگه الان وقت راشه. راش بخش جدیدی که اضافه شده جای ولتا رو میخواسته بگیره که به نظر من از ولتا میتونه جذابتر باشه. راش ببین یه فوتبال 5 به 5ه که 5 نفر این بر 5 نفر اون بر و با قانونای جدید خودی که خود EA درست کرده، خود FC25، خود مدیر عاملا، خود بازی سازا قانوناشو خودشون طراحی کردن این فوتبال 5 به 5ه که به نظر من جذاب. امروز میرم سراغ بخش راش. اگه داری چهره من نام کنی ناموسن یه لایک هم یالم بزن تا به من انرژی تو منتقل کنی و به من انرژی بدی که بتونم هر روز دیلی بذارم و سابسکرایب بزن، زنگوله گوشش رو حالت آل بذار هر موقع ویدیو جدید گوشم با خبر بشی. لتس گو بزن بریم سراغ بخش راش. تو کامنت ها پرسیده بود چطوری این اینترو اول بازی هست که ترکیبا رو میخواد بگه و اینا، چطوری باید غیر فعالش کنیم یا اصلا فعالش کنیم. اینجا میری تو بخش سیتینگ بازی، بعد اینجا میاد توی قسمت سیتینگز، بعد اینجا گیم سیتینگ رو شما باز بکنید، از همینجا یه آریک بزنید میره قسمت مچ. همینجا شما یه پایین نوشته مچ ترو. اینجا ببین برای من گزینه‌ای که من گذاشتم همه چیز مچ رو نشون میده، یعنی ترکیبا رو نشون میده، قشنگ بازیکن وارد زمین میشن نشون میده، یه ذره از اول بازی رو نشون بده، دیگه بقیه رو میزنه میره، اصلا یه ذره وارد شدن بازیکن رو نشون میده، بعد میره سراغ بازی. اگه شما روی این گزینه بذارید هیچی به شما نمایش نمیده، یعنی اصلا مچ ها شروع میکنی سریع میره سراغ گیم پلی. دیگه اینو بهتون توضیح دادم که یکی سوال بود براش، حالا من آموزش اینا رو براتون میذارم. راش بشید بخش جدید 5 به 5 FC25 کیکاف رو شما پلی میکنید. این بخش راش رو شما میتونید توی یه جوری همه بخش های بازی بازی کنید، کریم مود که همون آکادمیش شما 5 به 5 بازی میکنید و دیگه التیمیت تیم هم داره و اینا دونا جداه. خب اینجا که وارد منو بشید، وارد منوی کیکاف بشید، مثلا میخوای با رفیقتون بازی بکنید، میگی بیا داداش بریم یه دست راش بزنیم، اینجا یا آریک میزنیم یا اینجا بخش راش. ولی یه سوال پیش میاد که بخش فوتبال خیابونی همون ولتای خودمون اون چی شد؟ اون رو گفته بودن که کلا میخوان حذف کنن ولی این کارو انجام ندادن، یه فوتبال 3-3 برای شما گذاشتن، شما مثل همون قبلا یه دونه ولتا یه 3-3 بازی میکنی، عشق میکنی و همون چمنا رو هم داره. حالا من اینجا بهتون نشونم میدم، اینجا شما پلیو بزنید، دسته رو من انتخاب بکنم، یه رال وارسا بردارید، لباسا رو انتخاب کنید، اینجا میتونید دوباره به همون جا برید و بازی کنید مثل سالهای قبل، فقط 3-3 دیگه دی سالون نداره. خب حالا ما میخوایم بخش جدید راش رو امتحان کنیم. اینجا راش رو من پلی میکنم و ببینیم چیه، برای اولین بار میخوام راشو بازی بکنم، یعنی واقعا راشو باز نکردم. خب ببین الان من میخوام رئال مادرید بردارم با بریم به بارسلونا دیگه، رئال بارسامون نشه. لباس نارنجی رو برمیداریم که خیلی زیباه، برای بارسا هم لباس مشکیشو برمیداریم. خب اینجا مخش کلا منوی کیکاف راشه، اینجا که استارت بزنیم میره سراغ مچ دیگه. اینجا تیم منیجمنت که میتونید تیمی که میخواد بیاد توی بازی رو آماده کنید، که به نظر من والورده نیاد، رودریگو رو ببریم، بلینگامو ببریم و کورتوا هم توی دروازه بذاریم که هیچ تاکتیک خاصی هم نداره. گیم سیتینگ هم دیگه اینجا بزنید، گیم سیتینگو بیاید وارد مچ بشید، میتونید اوورال و ایناشونو تا حالا من ورلد کلاس نمیذارم، میخوام بهتون قشنگ بخشا رو توضیح بدم. کنترل سیتینگ هم که کنترلشون دیگه اینجا هم دیگه چیز خاصی نداره. اینجا ما پلیو میزنیم، ببین اینترو رو کامل به ما نشون میده، خیلی اینش جذابه. بله اینجا بازیکن‌ها وارد زمین شدن، رئال مادرید، بارسلونا، او مای گاد چقدر ایناش جذاب و باله. نام تیم بارسلونا. این وارد راش بشیم یه بار دیگه، من میخوام اون اینتروشو ببینیم چطوری نشون میده، چون من دستم خورده بود این اینتروها رو حذف کرده بودم، خیلی سری میرفت توی بازی. راشو یه بار دیگه با همون تیمای قبلیمون فقط میریم به خاطر اینکه میخوام اول بازی رو ببینیم، یعنی هیچ بازی که کردیم این اینتروش. آها همین اینترو اصلیش اینه. بله خیلی هم جذاب، بازیکن‌ها وارد زمین میشن. اینجا تیم رئال مادرید و این ورم تیم بارسلونا، ببینیم چی کار میکن بکنن. اوه چقدر هیجان انگیزه، گزارشگرش هم جدیده، همین الان من فهمیدم گزارشگر جدید رو داریم. 7 دقیقه است. کورتوا بی آفساید، اون خط هاست، آفسایدش جدیده. یه پاس برای رودریگو، یه ضربه که ترشتگه، کورنرش به نامش چشکلی، کورنرش هم مثل همون فوتسال دیگه، یه کورنر. وینیسیوس جونیور بلند شد تا ضربه هدو بزنه که نتونست. کارت آبی هم به بازی اضافه شده که اگه
بازیکن شما کارت آبی رو بگیره یک دقیقه و بره اون گوشه زمین وایسه دیگه. اگه شما گل بزن یا تیم حریف گل بزنه اون ثانیهش میاد پایین دیگه. خیلی نشان باحاله. وینیسیوس جونیور رودریگو رو میخواست ببینه که بهش نرسید. فران تورس یه شوت که تیبو کورتوا میگیره. گزارشگرش هم باحاله به نظر من. اینجا خیلی قشنگ وینیسیوس جونیور یه با وای من اینجا رافینیا یه اشتباه از بازیکن بارسا توه دروازه جود بلینگا. تماشاگرها رو هم داریم میبینیم، بچه ها رو هم تو بچه ها داریم میبینیم که به نظر من بخش بالیه میارزه با من سر بزنید، ولی تو آلتیمیت آنلاین بازی کنید خیلی بیشتر حال میده. حالا من الان فعلا خواستم همین کیکافش رو بهتونشون بدم. اینجا به من حال کردم با اینکه آفلاین هم دارم بازی میکنم حال میده واقعا. خیلی بخش باحاله، حس باحالی بهت میده دیگه این بخش رو بازی میکنی. اینجا یه موقعیت دوباره میگیره جوت بلینگام، خیلی قشنگ دریبل میکنه، یه پاس برای امباپه، امباپه یه پاس فرار برای وینیسیوس جونیور میزنه تو. وینیسیوس جونیور این گزارشگر خیلی خوبه، این گزارشگر رو اضافه کنم به خود بازی. به نظر من خیلی هیجانی گزارش میکنه. جود بلینگام میده به وینیسیوس جونیور یه پا بهش تو، واه تیرک دروازه رو به لرزش در میاره. یه ضربه که تو گل، چه گل قشنگی زد لواندوفسکی. کیلیان امباپه اینجا توپا عدس میده، رافینیا میانی بازی میخواد دو دو بکنه که میزنه، ضربه خوبی رو به ثمر نرسون. رافینیا میخواد چی کار بکنه، امباپه میزنه که میگیره برگشتشو میزنه، بازم میگیره که اینو دیگه بزن. چقدر قشنگ ترشتگن توپو گرفت و یه جدید هم اضافه شده، تیرک هم فیزیک داره حتی، یعنی مثلا بازیکن ها بهش بخورن اینطوری تیرک رو میگیرن، مثلا کله دروازه‌بان اگه بخوره به تیرک اگه یه وقت که یک صدم اتفاق میفته، اگه این اتفاق بیفته مسئولیت داره براشون. خیلی باحال شده، خیلی عالی. فعلا که کارت آبی کسی نگرفته، بهتون نشون بدم لواندوفسکی یه بغل پا گل زد، خیلی باحاله. گزارشگرش رو خیلی دوست دارم، تکنیکی جلو اومده تیم. اینجا یه توپگیری وینیسیوس جونیور میخواد یه پاس بغل بده به بلینگام که نمیتونه، صندلی های گیمینگ رو میبینیم گوشه گذاشتن. یه موقعیت اینجا میگیره، صورت زیبای این توپو میگیره و جمع میکنه. رودریگو یه پاس میخواد بده که توپ به بدن فران تورس گیر میکنه. اینجا امباپه یه پاس برای جوت بلینگام میده یه گل قشنگ. اینجا برخورد داره دروازه‌بان و رودریگو گل چهارم هم به ثمر میرسونه. وینیسیوس جونیور میره برای گل پنج. عالیه، عالی میده، چقدر این مرز حال داره میده. بعد این بخش به نظر من بریم بولتاش هم ببینیم، سه به سش هم ببینیم. اینو که دیدیم با هم آبی خواستم ببینم اینجا ببینیم چه کارتی میدیره و کارت بود زرد، کارت زرد رو گرفتیم تا الان. خب بازم کارت زرد و دو تا کارت زرد میشه یه کارت آبی. اون گوشه رو ببینید، رودریگو رفته اون گوشه. بعضی وقتا از کلا یه کارت آبی مستقیم بهتون میده، بعضی وقتا نه، دو تا کارت زرد هم بعدش میشه، یعنی دو تا کارت زرد بگیرید بعدش دیگه آبی میشه دیگه. الان اون گوشه وایسه دیگه. آقا اوه اوه گلم خوردیم، حواسم رفت رودریگوی که اون گوشه وایساده. بدبخت ها اون گوشه زده. 33 ثانیه دیگه تموم میشه، 30 ثانیه پاسکاری بکنیم، 10 ثانیه دیگه میاد وارد زمین میشه. ببینیم رودریگو چطوری میاد، نه انیمیشن اومدنش تو زمین طبیعیه، نه 2 ثانیه نه و تمام. به نظر من این بال ساختن. رودریگو همیالو میرسه و همیالو میخواد یا حرکت زیبا هم بزنه. 5-3 جلو افتادیم از رئال مادرید. بلینگام یه بغل جانم چقدر قشنگ زد امباپه. بلینگام میگیره یا نه، جد بلینگام نگرفت، یه پاس فرار برای رودریگو برمیگره و میدنه توه دروازه. خوشحالی اوله بالش رو داریم میبینیم، بوکس دارم با هم میرم. یه قشنگ بغل پایی زد و عشق کردیم. فکر کنم بازی باید تموم بشه دیگه،
اینجا ثانی شمار و پایان بازی 6-3 بردیم و داریم نتیجه ها رو میبینیم اینطوری نشون میده و بخش راش که توی آلتیمیت تیم میتونید بازی بکنید، تو کریر هم میتونید اینجا میتونید قشنگ انیمیشن بازیکن ها رو هم ببینید که به نظر من جذاب و باحال رو در آوردن دیگه، یعنی باحاله. بلینگام بعد وینیسیوس 3 تا گل زده و امباپه فقط یه پاس گل تونست بده. بریم با هم به بخش 3-3 بازی رو ببینیم دیگه تا اینجا اومدیم 3-3 رو نبینیم. خب به نظر من ترکیب رو عوض کنیم، میخوام کلا برم سمت انگلیس بازی کنم، اینا برداریم دی. به نظر من جذابه. من سیتی رو اینور برمی‌دارم، لباسا رو انتخاب میکنیم. اینجا زمینی که میخوایم بریم بازی کنیم زمین خوبی بریم دیگه، مکزیکو سیتی میریم، عشق و صفا. تیم منیجمنت رو ببینم من. خب ببین اینجا ما بازیکن بهترم داریم، مثلا رشورد رو بیاریم دیگه، آقام که بهترین بازیکن جهانم بیاریم، آنتونی، بعد اینورم دیگه گارناچو رو بیاریم دیگه. بریم با همین ترکیب ببینیم میتونیم منچستر سیتی که هالند 93 رودری 92 و گریلیش 84 رو برده میتونیم دوون بیاریم یا نه. خب اینترو اینا رو داریم میبینیم که توی مکزیکو سیتی جانم جا سه تا بازیکن ما قیافه آنتونی رو هم داریم میبینیم وسط بازی کنن اونا. اوه 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 چه بازی بشه این بازی، بازی همین لحظه شروع شد. اینجا رشفورد میداره توه در، خیلی هم قشنگ و زیبا و تاکسیک این گلو به ثمر میرسونه. آنتونی یه ضربه که این هم نتونست گلو کنه، دروازه خالی هم بلد نیست آنتونی، یه دیپه سرپا داره میزنه یه ضربه توه در، 2-1 به نفع منچستر یونایتد. مارکوس رشفورد، واقعا رشفورد خیلی استعداد خوبی بود قبلا، گلی بخوره. اینجا یه موقعیت که رودری میزنه و گل سوم هم به ثمر میرسونه. یا خدا رودری ازش بعید بود که همچین حرکاتی بلد باشه. یه ضربه تو دروازه، بازی 4-3 میشه. هتریک مارکوس رشفورد رو داریم. گارناچو میزنه تو دروازه، بازی 5-4. نالی میزنه و 6-4. بابا این هم که گیر دادی به اون آهنه، آهنه کندی میشه بابا. اینجا مکزیکو سیتی بدبخت پولار نیستن که. آنتونی یه اشتباه از آنتونی رو داریم توی این بازی جبران میخواییم بکنیم. بسمیده رشفورد، رشفورد خود رودری رو دریپ کنه، رودری 92 که گل هفتم هم میزنه. نماردی تو حتی فوتسال هم نمیتونه گل بزنه. گارناچو یه پاس برای آنتونی که گل هم میزنه، برای اولین بار تو زندگیش گل میزنه آنتونی. این حرکت خوبم میره، برای اولین بار تو زندگی آدم گل بزنه اینقدر خوشحال میشه دیگه، چرا خوشحال نشه. یه ضربه تو دروازه، دوران میزنه تو دروازه، 9-6 میشه. به نظر من یه نیمه رو بازی بکنیم کافیه، نیازی نیست نیمه دوم این بخش رو بازی کنیم. فقط میخواستیم این تغییر کردی که نه آنتونی دوباره گل میزنه. پشمون دوباره هم میزنه، دو تا گل در یک گل. آنتونی ببینیم گل بعدی رو میزنه که بله آنتونی، چی کار داری میکنی پسر تو، بهترین بازیکن جهان و خاورمیانه. ضربه که اینجا دفاع میکنه که اینجا گارناچو نتونست بگیره. 10-8 10-8 که یه نیمش هم بازی میکنیم دیگه. به نظر من چیز جالبی به این وقت اضافه نشده، همون راشش خیلی حال داد. آنتونی میزنه گل نو، آنتونی گیر میکنه بعد نذاشتن آنتونی گل بزنه. چرا نمیذاری آنتونی گل بزنه؟ 700 تا گل فاصله داره دیگه الان. 12-9 شد. آنتونی تو دروازه، مرد کبوتی هم میشه به زودی. رشفورد که چی رو نزد، رشفورد چی رو نزد، هالند زد، هالند زد 10-13 جلو افتاد ازمون. حال میده ولتارا ولی تنهایی اینطوری حال نمیده واقعا. ولتا با سی پی یو بازی کنی با یکی حال میده قشنگ. جذابیت این بازی رو میتونید ببینید. یه اشتباه و گل 14 هم خوردیم، گل 14 هم خوردیم. آنتونی میتونه دوباره یه گل بزنه همین وسط ها که نتونست گل بزنه. و سوت نیمه اول و پایان این بازی به نظر من تا اینجا جذاب بود و دیدیم بخش راشم با هم دیدیم. من اینجا این ویدیو رو به پایان میرسونم، توی ویدیوهای بعدی شاید بریم بخش دیگه رو بررسی کنیم، یا شاید هم کریر نجات رو شروع کنیم و شاید هم کریر پلیر رو شروع کنیم. دو تا کریر رو میخوایم همزمان با هم شروع بکنیم، یه دونه کریر پلیر که نمیدونم خودم رو بسازم یا یک بازیکن بسازم یا یک بازیکن واقعی رو برداریم یا حتی یه آیکون که اون رو نظرسنجی میذارم حتما جواب بدید. اول که کریر نجات رو شروع میکنیم، بعدش میریم کریر پلیر و اگه بخش دیگه مثلا آلتیمیت تیم و اینا رو هم حتما بعدم به سراغشون میریم.
میریم. اگه داشت تا اینجا ویدیو نام کردی، لایک ویدیو رو همین الان بزن، سابسکرایب و بزن تا به من انرژی تو منتقل بکنی. با یه ویدیو دیگه از کانال امید ایکسار و یه ویدیو دیگه از FC25 بدرود. We'll be right back.